میره بعضی بگم خیلی خوب آقا قبول دستا بالا، ابوبکر ترسو، عمر ترسو، اما عثمان که دیگه شجاع بوده که، عثمان ذو النورین است و و و. متاسفانه عثمان هم کسی است که پارچه سر یک توپن، همه از یک قماشند. دقت کنید، یکی از بزرگان سنی است به نام ابن عبدالبر، ایشون کتابی دارد به نام استیعاب، جلد 3 صفحه 74، طبع دارالجیل، بیروت، لبنان. در شرح حال عقبة ابن عثمان، این جریانی که الان میخوام نقل کنم رو ایشون نقل کرده. همچنین البدایه و النهایه مربوط به ابن کثیر سلفی وهابی، جلد 4 صفحه 28، چاپ مکتبه معارف، ذیل حوادث سال 3 هجری، غزوة احد. کتب تاریخی رو اگر بینندگان نگاه کنند، ذیل همین سال 3 هجری در جنگ احد خیلی حرف ها هست، خودتون میتونید مفصلش رو ببینید. چی داریم میگیم؟ داریم میگیم عثمان هم تو جنگ احد فرار کرد و پیغمبر رو تنها گذاشت. وقد آقای ابن عبدالبر در استیعاب چنین میگوید، وقد کان الناس، ناس یعنی صحابه، انهزموا عن رسول الله یوم احد، خیلی از صحابه روز احد فرار کردند. و فر عثمان ابن عفان، عثمان هم فرار کرد، و عقبة ابن عثمان، عقبة ابن عثمان هم فرار کرد، و سعد ابن عثمان که اخوان من الانصار، این دو تای آخری یعنی عقبة ابن عثمان و سعد ابن عثمان دو تا برادر از انصار بودند، یعنی این 3 نفری عثمان ابن عفان، عقبة ابن عثمان و سعد ابن عثمان یه جوری در رفتن حتی بلغ الجبل من مایل الاعوس. ظاهرا حالا اعوس یک کوهی بوده واقع در بالاخره یک منطقه خیلی دوری، حالا من نمیخوام خیلی تو بحث چیزش وارد بشم. اینجا دارد یه عالم سنی اعتراف میکند که این 3 نفر یعنی عثمان و عقبه و سعد انقدر دور شدند، فاقامو بهی سلاسن، تا 3 روزم اونجا موندن، ترسیدن نکنه حالا مثلا فردا بیان باز جنگی باشه، خاطرشون جمع شد که دیگه جنگ تموم شده. ثم رجعوا الی رسول الله، عثمان هم فرار کرد. حالا جالب اینجاست که دیگه آقایون اینجا نمیدونن برای عثمان چی میخوان بگن، برای عمر که میگفتن که خیلی دور رفته، یعنی نزدیکا فرار کرده، میگه کوه مونده، عثمان که رفت تا 3 روز و بعد برگشت. این از شجاعت انصافا. اشداء علی الکفاری که قرآن میگه آیه 29 سوره فتح هست، لیاقت عثمان، ابوبکر، عمر است یا لیاقت امیرالمؤمنین؟ اینو خودتون بررسی کنید. جالب اینجاست فخر رازی در تفسیرش در جلد 9 صفحه 42 طبع دارالکتب ذیل آیه 155 آل عمران چنین دارد، یعنی ایشون هم اعتراف میکند، و منهم یعنی از این فراری ها ایزن عثمان، عثمان هم میگه فرار کرد، انهزم مع رجلین من الانصار، با 2 نفر از انصاری ها با همدیگه در رفتن که یقال لهما سعد و عقبه، که اسم اون 2 نفر انصاری سعد بود و عقبه، انهزمو حتی بلغو موضعا بعیدا، اقدر در رفتن و رفتن خوب دور شدن، ثم رجعو بعد از 3 ایام، بعد از 3 روز برگشتن، یعنی شجاعت انصافا. این است که ما معتقدیم اگر ما داریم صدامون رو بلند میکنیم مسلمین باید راه حق را بشناسید، ابتدا باید باطل رو به شما ها معرفی کنیم، شما خود به خود بیزار میشید بینی بین الله شیعه و سنی. الان که این احادیث رو من برای شما خوندم، بازم ارادت به ابوبکر و عمر دارید؟ بازم معتقدید ابوبکر و عمر و عثمان آدم های شجاعی بودن؟ قطعا وجدان های پاک در حد خودشون منزجر شدن. عجب، این چه رهبریست، هر جا فرستادنش در رفت، تو هر جنگی فرار کرد، که ما فعلا در جنگ بدر و جنگ احد رو برای شما مدرکش رو آوردیم.